فاوچی که یکی از مهمترین چهره ها در آمریکا و جهان در جریان همه‌گیری کرونا بود، در اوایل سال 2024 به یکی از مشاوران کمیته فرعی نمایندگان مجلس آمریکا درباره همه‌گیری کرونا گفت که قانون رعایت فاصله اجتماعی 2 متری بدون طرح و برنامه قبلی و کاملا اتفاقی به وجود آمد و او نمی‌داند که سر و کله این قانون چطور پیدا شد. در ادامه همکارم گزارشی در این رابطه تهیه نموده و در ضمن آن به بررسی خسارتی که در دوران کرونا به جوامع مذهبی وارد شد پرداخته است که با هم می‌بینیم. انتشار اظهارات تعجب‌آور دکتر آنتونی فاوچی، مدیر سابق مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا، آشکار کرد که او قانون رعایت 2 متر فاصله اجتماعی و دیگر تدابیر پیشگیرانه برای محافظت در مقابل بیماری کووید 19 را از خود ابداع کرده بود. او همچنین اذعان کرد از وجود تحقیقاتی که فاصله گذاری اجتماعی را تایید کند اطلاعی ندارد و افزود که می داند اجرای چنین مطالعه‌ای بسیار دشوار است. همه‌گیری ویروس کرونا در ایران، عراق، عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای اسلامی باعث تعطیلی موقت بیت الله الحرام و حرم‌های مطهر معصومین و نمازهای جماعت مساجد و همچنین نمازهای جمعه شد. در پی اعلام تعطیلی مکان‌های مقدس، اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی برخی از اقشار متدین و مذهبی صورت گرفت و به شدت با تصمیم بسته شدن حرم‌های مطهر و نمازهای جماعت مخالفت‌های جدی صورت گرفت. علاوه بر آنکه متدینین حرم‌های مطهر معصومین علیهم السلام را مرکز شفا و نه مکانی برای شیوع بیماری می‌دانستند، در همان ایام نظریه‌ای علمی نیز حضور دست جمعی افراد را در برخی مراکز پرتجمع عامل ایمنی بیشتر ارزیابی می‌کرد. ایمنی جمعی یا ایمنی گله‌ای نوعی محافظت غیر مستقیم از بیماری‌های عفونی است که زمانی اتفاق می‌افتد که درصد زیادی از جمعیت در اثر عفونت از طریق عفونت‌های قبلی یا واکسیناسیون مصون شوند. از این طریق می‌توان از افرادی که مصون نیستند در مقابل بیماری حفاظت کرد. در جمعیتی که بخش اعظمی از افراد از مسئولیت برخوردار هستند، چنین افرادی در انتشار بیماری سهمی ندارند و زنجیره‌های انتشار عفونت مختل می‌شوند که این امر یا سبب توقف یا کند شدن شیوع بیماری می‌شود. هرچه نسبت افراد مسئول در یک جامعه بیشتر باشد، احتمال تماس افراد غیر ایمنی با فرد عفونی کمتر می‌شود و به محافظت افراد غیر مسئول از عفونت کمک می کند. ایمنی جمعی به عنوان یک پدیده طبیعی در دهه 1930 شناخته شد که مشاهده شد بعد از اینکه تعداد قابل توجهی از کودکان از سرخک مسئول شدند، تعداد عفونت های جدید به طور موقت حتی در بین کودکان مستعد کاهش یافته است. حال با گذشت بیش از 4 سال از آن رخ داد و اعتراف مبدع و مبتکر نظریه فاصله اجتماعی که از اساس علمی بودن آن زیر سوال رفته، این سوال پیش می آید که آیا تعطیلی اماکن مقدس و حرم‌های مطهر معصومین علیهم السلام اقدامی سنجیده و صحیح بود؟ نظریه‌ای که میلیون‌ها انسان معتقد مسلمان و غیر مسلمان را از حضور در مراکز مذهبی و مقدس محروم کرد.